سازمان استخبارات آمریکا یا CIA مدل مخفیگاه منصوب به ایمن و ظواهری رهبر شبکه القاعده را در موزیم این نهاد به نمایش گذاشت. بر بنیاد گزارش اسوشیتد پرس، مدل خانه ایمن و ظواهری پیش از کشته شدن او از سوی ماموران CIA به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نشان داده شده. امارت اسلامی میگوید تا کنون بررسی هایشان درباره ادعای کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل نهایی نشده است. سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA در موزیم این نهاد که به تازگی بازسازی شده است، مدل خانه منسوب به ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده را در این سازمان به نمایش گذاشته است. بر بنیاد گزارش اسوشیتد پرس، این تصویرها مدل خانه ای را در یک جعبه با دیوارهای سفید که تقریباً 5 منزل و 3 بالکن دارد نشان می دهد. این نمونه سازی ها و این به اصطلاح مدل سازی ها به عبارت دیگر در حقیقت اقداماتی است که میخواهند سطح بازی های استخباراتی را به جذاب تر کنند. این نخستین بار است که آمریکا این تصویرها را که همچون سند میپندارد از محل سکونت ظواهری در کابل نمونه سازی کرده است. CIA یا سازمان اطلاعات مرکزی تنها به خبرنگاران و برخی از مهمانان ویژه این سازمان اجازه بازدید از این موزیم را داده است. پیش از این وزارت خارجه روسیه با انتقاد از ایالات متحده آمریکا گفته است که واشنگتن درباره کشته شدن رهبر شبکه القاعده در حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکایی در کابل هیچ سند ارائه نکرده است. اما معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که این مسئله تا کنون در حد یک ادعا است. در مورد این حادثه که اتفاق افتاده، امارت اسلامی در وقت زمان خود یک اعلامیه وضاحتی را پخش کرد و تا هنوز ما با مو اعلامیه اکتفا میکنیم. هر زمانی که یک چیزی پیده شد، ما اگر لازم دیده شد برسانه ها سری خواهد شد، سخته خواهد شد. نزدیک به 2 ماه پیش رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی خبر کشته شدن ایمن الظواهری در حمله هوایی هواپیمای بی سرنشین آمریکا را در کابل اعلام کرد. اما تا کنون در این باره هیچ ویدیویی را که نشان دهنده سکونت الظواهری در کابل باشد ارائه نکرده است. در همین رابطه صحبت میکنیم با مهمانانم، آقایان حسن حقیار آگاه سیاسی اینجا در استودیو و آقای رحمت الله حسن آگاه امور نظامی هم که با ما وصل هستند. مهمانان گرامی، بسیار زیاد خوش آمدین به بحث. آقای حقیار، اگر با شما آغاز بکنیم، این کار سازمان استخباراتی آمریکا چه پیامی داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ای به نظر ما قطر تپید میخواهد که ای دایر در اذهان مردم برجسته‌تر و دیگر زنده نگاه داره که ما واقعا ظواهری کشتیم و چیزی که ما میگیم واقعیت داره و یه نمونه و یا نمونه خانه که ظواهری در او خانه زندگی داشت. این فقط بخاطر اینکه و دویم بخاطر اینکه اینا قصد ارادی را که برها اعلان کردن که اگر اونا در افغانستان نام باشن، افغانستان زیر چتر استخباراتی آنها خواهد بود و بخاطر که امو هر فرد که گفتن که ما با مبارزه با تروریسم با ادعای اونا مصمم هستیم، بخاطر می اهداف اما مجسمه را ساخته. یک ادعای بسیار بزرگ است این که رهبر القاعده را در کابل ما هدف قرار دادیم و وقتی می بینیم امریکا را جمهوریش می آید این مسئله را رسانه‌ای می سازه و با جهانیان شریک می کند، خب ظاهرا هرچند که واکنش ها بسیار گسترده نبود، ولی یک از کشورهایی که اینجا واکنش داشتین بود که روسیه بود که گفت باید اسناد قابل توجهی را شریک بسازه که آیا این کار درست بوده یا نه. ولی شما این کار امریکا را فکر میکنین که به چی معناست وقتی یک چنین چیز را طرح میکنه 2 ماه پس از اینکه هدف قرار میده در موزیم خانه را مدل مخفیگاه به نام مدل مخفیگاه ایمن و ظواهری به نمایش میگذاره؟ به نظر من این فقط یک گام تبلیغاتی است. مردم شاید تردی خیلی باور نکنه، به خاطر که امریکا ادعا کرد که ما ظواهری در افغانستان و در کابل کشتیم. امریکا خیلی امکانات زیاد داره، یک قوت استخباراتی بزرگ است. چرا بخاطر اطمینان مردم، چرا بخاطر اطمینان جامعه جهانی و بخاطر اینکه مدعی خود به اثبات رسانده باشه، چرا یک ثبوت نشان نداد؟
او باید صدها ثبوت می داشت. اینها به دنبال همی آغاز کار ثبوتشان است، یعنی تازه این نخستین چیزی است که شریک ساخته میشه، یعنی در دوام دراز مدت تلاش بکنه یا برنامه بریزه برای اثبات یک چنین ادعا. خب تا که ثبوت قطعی به جامعه، به جهانیان و به مردم افغانستان نشان داده نشده، این چیز دیگه قابل باور نیست. مدام خانه خو هر کسی ساخته میتونه، هزارها مدام خانه میشه ساخته شوه و در موزیما نگه داشته شوه. ساخت مدام خانه ای ثبوت نیست. ما مشبه امروز در قرن 21، در قرن اوج تکنولوژی قرار داریم و امریکا بدون شک یک قوت استخباراتی است. اونا به طرق سابق گفتم صدها اگری کار شده باشه، شاید صدها ثبوت داشته باشه و صدها ثبوت به مردم ارائه کنه، نه که فقط یک مدام جور میکنه ورده داده یک موزیم میمانی این ثبوت شده میتونه مدام خب شما هم سخته میتونه. اگر بعد تبلیغاتی داشته باشه این مدل سازی خانه که ادعا کردن که مخفیگاه رهبر القاعده بوده، به چی معنا است؟ چی هدف را میرسانه برای جهانیان، برای امارت اسلامی و برای خود مردم امریکا؟ خب گفتم که فقط یک تمرین نظامی، یک جره نظامی است استخباراتی که فقط یک کار تبلیغاتی که مردم ذهنیت اذهان مردم زنده کرده باشه که نما ظاهری کشتی مونی دی خانه زندگی میکرد و امارت خو افغانستان خو موقف خود برها گفته که نه تانوس این موضوع ثابت شده، نه امریکا کدام ثبوت پیش کرده و نه مردم دی وقت فقط دایره بدون ثبوت میپذیره. مردم خیلی هوشیار هستند، نه مردم افغانستان، مردم جهان به هیچ ترتیب تا که یک ثبوت قوی نباشه به مدعاها و بهانه ها قناعت نمیکنن. سپاسگزارم اجازه بدین به شما برمیگردم. آقای حسن، فکر میکنین امریکا با این کار به دنبال چیز چرا میخواد ثابت بکنه و آیا فکر میکنین اینطوری که آقای اقیار میگه این کار سازمان استخباراتی امریکا یک مانور و یک تبلیغات است بر علیه امارت اسلامی؟ سلام. ببینید دو طرف موضوعگیری های مختلف دارند. امریکا میگه با امین الزواهری را در داخل کابل از بین بردم ولی سلاحی را استفاده کردیم، هیچ اثر از او باقی نماند که توته و پارچه شد و با کمک استخبارات پاکستان جای دیرم مولایی های پاکستان وقتی که آمدن یک هفته کابل بودن، دهر بودن، باز کتیم امین الزواهری ملاقات کردن و جای شبشا شد، این کار اجرا کردیم میگن، اما تو یک پروژه بود. دومین مسئله ایتون است، طالب ها میگن که نه این گپ واقعی نشده. طالب ها دو هدف دارن. اگر میخواین طالب ها ثابت بسازن مولای امین الزواهری ترور نشده، از بین نرفته، یک امین الزواهری یک مصاحبه کوچک یک دقیقه دو دقیقه را بکنن کل گپ حل بشه. ولی این مربوط به امارت اسلامی نمیشه آقای حسن، اونا یک گروه جدا هستن، ربطی به امارت اسلامی نداره. ببینین القاعده از طالب ها بیعت، برای طالب ها بیعت کرده بود، دوره اول هم دوره دو هم هیچ نوع اختلاف عقیدتی القاعده و طالب ها ندارد. یک دوم، چرا طالب ها از این موضوع انکار میکنند؟ انکار طالب ها یک انگیزه داره، انگیزه از این است که اگر طالب ها بگویند امین الزواهری در افغانستان کشته شد، دو چیز رخ میده. یکی ثابت میسازه قرارداد را که برای امریکا کرده بود، یک بخش قرارداد را که قبلا اشغال به زور گرفتن نظام افغانستان بود یک اشتباه کردن. دومین اشتباهی است که در قرارداد واضح ذکر کرده بودند ما با هیچ نوع گروپ های تروریستی جهادی رابطه خود قطع کردیم، اگر اینا اعتراف بکنن دومین نقض قرارداد خود آشکار می سازند. این گپ بسیار روشن و واضح است که یک کشور با این بزرگی خود بله. آمریکا. ولی آقای حسن، اگر در بود کلان ببینیم در مورد این مدل سازی که آمریکا انجام داده
وقتی ادعا میکنه میگه ما رهبر القاعده را در کابل هدف قرار داریم و میگه بعدن که از سلاح کار گرفته شده که هیچ اثری از او باقی نمانده، ولی مخفیگاه ازی وقتی مدل سازی میکنه او هم CIA یا هم سازمان استخباراتی امریکا و او را برنامه‌ایش میگذاره، همین مسئله چی را ثابت میکنه یا بیانگر چی است، چی هدف را دنبال میکنه؟ این ذهنیت سازی است در جهان، ذهنیت میسازه که ما امین الزواهری را در مرکزی که طالب ها حاکمیت دارند ما ای را از بین بردیم. رابطه طالب ها و امین الزواهری بسیار نزدیک بود. این برای جهانیان، برای تمام دنیا یک ذهنیت سازی میکنه. عامل اساسی از ذهنیت سازی است. خیلی تشکر، ممنونتون، اجازه بدین به شما برمیگردیم. آقای حقیار، بسیار موضوع مهم را اشاره کرد آقای حسن، میگه خب اگر وقتی امریکا ثبوت نداره یا یک ادعای بیجاست، امارت اسلامی حداقل میتونه بسیار بگونه سریع بگه که اینمی ادعا نادرست است، از اساس نادرست است، رهبر القاعده در کابل نبوده و هدف هم قرار نگرفته، در اما موقعیتی که هدف قرار گرفته میشد تصاویری بیرون داده میشد، با رسانه‌ها شریک ساخته میشد که اگر ادعا بوده حداقل این ادعا از سر افغانستان پس میشد. حالا فکر نمیکنین که بس بسیار بزرگ شده میره و امریکا بسیار جدی به دنبال و تعقیب این موضوع است تا زیر فشار قرار بده حکومت سرپرست را؟ خب امارات در دوره سابق امارات هم ای عادت داشت که به هر موضوع و به هر ادعا وقت نشان نمیداد، تا که یک موضوع خیلی جدی میشد باز یک وقت نشان میدادن. اینا در این مورد، در این موضوع حتی سه بار وقت نشان دادن. ما شما در جیران هستیم، برای خیرش بود که امریکا، برای خیرش هم بود که امریکا ادعا داره، اما امریکا تا نوز کدام ثبوتی را پیش نکده و ما تحقیقات خود انجام میتیم. برای خیر این موضوع بود. ما در اصول فقه یک قاعده داریم، ما نمیخوایم که قاعده فقه را سر امریکا تطبیق کنیم، اما در شریعت خود ما یک قاعده است که بین تو من ادعا بین ثبوت و شواهد سرکسی است که او ادعا میکنه، بین تو ثبوت شواهد به امریکا نشان بده، نه کسی که متضرر است. و حرف دوم است که امارات با انقاده و برها گفتن که ما با اونا رابطه نداریم، رابطه ما با انقاده قطع است، و وقتی که رابطه قطع باشه و انقاده یک قوت میگی، یک جیران میگی، هرچی میگی، یک پدیده خارجی است، افغانی نیست دیگه. و اینا میگن که در افغانستان نیست. بعض آدم چه سرش درد میکنه که انقاده به طور مثال در افغانستان نباشه، امریکا کدام ثبوتی پیش نکده باشه و بین انقاده و امارات کدام رابطه هم نباشه و اونا در افغانستان زندگی هم نکنه، چرا ایتو به خود جنجان بیافرینه؟ بله. این موضوع در موردی که خود القاعده چرایش موقف گیری نکرده، مثلا بعد از اینکه امریکا ادعا کرد اگر زنده بوده و در جاهای زندگی میکرده حداقل ویدیویی از خود بیرون نداده، یا هم بخش رسانه‌ای القاعده چطور واکنش نشان نداده؟ خب ما نمیخواهم که یه رو به اثبات برسانم، در صدد این نیستم که ادعای امریکا رو تکذیب کنیم که نیه کار نشده، یه رو نمیخواهم، ما در این مورد معلومات دقیق ندارم. اما اگر شما فراموش نکده باشی امریکا یزدهم بار است که ادعای کشتن ایمان ظهوری رو کرده، یزده بار بود. پیش از چندین بار ادعای کشتن امام محمد عمر مجازه کرده بود، چندین بار امتو رهبر قاعده تا بار دیگه برها ادعا کرده بود، اما اونا زنده برآمده بودند. این بارم اگر این موضوع که شد هم قدرت خود واقعش نشان داد که امام ظهری زنده است، همه قدر گفتن و تانوز جانشینش هم کسی اینا نشده. این به این معنی است که اونا انقدر تانوز ایره رسم نپذیرفته که از ظاهری واقعا کشته شده. باز هم میگیم بهترین رایش همی بود که امریکا ثبوت نشان میداد. این که امریکا میگه که ما از امکانات و تجهیزات استفاده کردیم که چه نشانی نمانده، این را منطق نمیپذیره. اینجا خودتانا امریکا نیست، اینجا ما در جهان سازدانه بزرگ داریم که آیا خصیص
از اول کشته شد، خاکسترش کجا شد؟ خاکسترش به رینه میرفت، یک ثبوتش میماند، فکر که جسم تو تا کده باشه، یا گوشتش میماند، خاکسترش میماند، ایچطور مرمی بودی خو اتوم استعمال نشده، که دمو خانه زنش هم بود، دخترش هم بود، نواسش هم بود، به هیچ کس دیگه آسیب نمیرسه، خانه ویران نمیشه، فقط مو چیست میره و کدام شهاب است و یا کدام اشباح است که میره درون خانه یا چیز را جنیات هم جن کشته میشه و نی قاتم مانگو میشه نی وسیانه مانگو میشه نی مرمی نی چی چطور موضوع بود خب مطابق به مردم شکوک شبهات پیدا میشه اگر جنیات کشته باشه خود اثرش نیست اگر انسان کشته باشه اتمن اثرش موجود است. ما برمیگردم آقای اصلا موارد بسیار جدی را آقای اقیار اشاره کرد که برای امریکا وقت ادعا میکنه لازم است تا حداقل وضاحت بده. وقتی ما میبینیم به مدل را که ساخته جعبه طراحی شده خانه ای را با یک دیوار سفید و تقریبا پنج منزله نشان میده که سه بالکن هم داره، اما وقتی شما میبینین که امریکا یک چنین چیز را تا اینجای کار مطرح کرده، آیا به این معناست که به دنبال اثبات بیشتر از این است؟ آیا توانایی این را داره که بیشتر از این ادعایش را ثابت بکنه یا نه امریکا پشت این موضوع را خالی خواهد کرد؟ ببینید قدرت‌های بزرگ جهانی، قدرت‌های استعمارگر وقتی که یک فرد را در کار خود استخدام میکنه تا وقتی را که از او اصول کار اجراات از او میشه وقتی که او از کار افتاد او را از بین میبره. ببینید روسا آمدن در افغانستان امین را کشتن، ترکی را کشتن، کارما را خلق کردن، دکتر نجیب را کشتن. روسا این کار را کردن، اتحاد شوروی این کار را کرد. دومین بار وقتی که آمریکا در اینجا آمد اولین بار طالب ها را که آمریکایی ها پاکستانی ها عربستان امارات ایجاد کردن پول عربستان بود، سلاح آمریکا بود و رهنمایی پاکستان بود. تا این روز تانستن از این گروپی که در افغانستان استفاده بکنن القاعده را، مثلا رهبر اصلی القاعده امین الزواهری بود، اسامه اعظم یا همکارای از او بودند. در اون شرایط تماما دنیا مجاهدین جمع کردند در برابر اتحاد شوروی یا را سوق اداره کردند، استفاده کردند تا افغانستان را سقوط دادند، تا اتحاد شوروی را سقوط دادند. بلان امروز امین الزواهری برای از او کار نمیداد، افراد خودشان در خدمت گرفته بود. وقتی که افغانستان سقوط کرد افغانستان را رها کردند، مجاهدین در جان یکی دیگر افتیدند تا یکی دیگر را توته و پارچه کردند، بالاخره بار دیگر طالبان ایجاد کردند. خیلی تشکر آقای حقیار. اگر آخرین پرسش از شما هم داشته باشیم، آقای حسن موارد را اشاره کرد که ممکن است برنامه های امریکا باشه، ولی چقدر میتونه در وضعیت فعلی که افغانستان در انزواست بر روابط افغانستان بر با جهان تأثیر منفی بگذاره و افغانستان بره متو بار دیگر به انزوا و وضعیت نامطلوب؟ خب افغانستان مردم افغانستان برها تام تنخی میزبانی خرجها را دیدن. امارات سابقه به خاطر اسامه و انقدر اینا تقریبا از بین رفت. در امارات سابقه به مدن امارات هزارها جوان کشته شده بود. بعد دو که امارات به خاطر اسامه و انقدر از بین رفت، بار دوم به کشتن صدها هزار جوان ما، با صدها هزار جوان مده 20 سال جنگ با امریکا کشته شد که تاکی امریکا برامد و بر دوم امارت آمد و مردم از خود بم و مواد انفجاری بسته کردن تا امارت آمد. اگر امارت به فرض و تقدیر اگر باز با نیروهای خارجی اجازه میده انقدر و کیو کیره، به این معنی است که خود تشر برشه خود میزنه، افغانستان هم تباه میکنه، خود هم تباه میکنه و افغانستان با جمعی جهانی هم درگیر میکنه، بدنام میکنه. خیلی تشکر آقای حسن اقیار آگاه سیاسی و آقای رحمت الله حسن آگاه نظامی از حضورتان در بحث.